سلام دوستان، محمد هستم با یه برنامه دیگه از باید بدانیم با شما هستم. در این برنامه از باید بدانیم به حواشی زندگی شخصی سحر زکریا و حمله تند ایشون به گوهر خیراندیش و سارینا فرهادی و واکنش به حرفهای شقایق دهقان میپردازیم. لطفاً قبل از هر چیز از این قسمت در زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما زنگوله کنارش رو بزنید. سحر زکریا بازیگر سرشناس کشورمون این روزا بیش از قبل بیکار شده و ایشون کارنامه درخشانی در بازیگری داره و بسیاری از مردم از بازیهای وی در سریالهای مهران مدیری خاطره دارن. خانم بازیگر پیشکسوت کشورمون به تازگی از بیکاری خودش و حضور مافیا در عالم هنر گله‌مند بوده و در این پست خودش به مهران مدیری نیز گله کرده که این دلنوشته وی مورد انتقاد و حاشیه‌های زیادی قرار گرفته و برخی به تحسین و برخی به افترا پرداختن. سحر زکریا از بازیگران سینما و تلویزیون، متولد 2 مهر ماه 1352 در شهر عراکه. وی فارغ التحصیل رشته اقتصاد در دبیرستان و لیسانس تئاتر از جهاد دانشگاهی تهرانه. مادر سحر زکریا شمالی و پدرش عراکی و مهندس برق بود. بر همین اساس تا 5 ابتدایی در شهرهای مختلفی زندگی میکرده. سحر زکریا برادر نداره. تنها یک خواهر داره که از خودش کوچکتره و ازدواج کرده و صاحب بچه است. سحر زکریا با بازی در مجموعه تلویزیونی در پناه تو وارد دنیای بازیگری شده. سپس توانایی های خودش رو با بازی در نمایش ها و تئاتر های مختلف آزمود. اما شاید از بازی در فیلم مردی از جنس بلور بود که دیده شد و بار دیگه به تلویزیون بازگشت و نقش های نچندان مهمی در چند مجموعه بازی کرد. بازی در نقش همسر رابین هود در مجموعه طنز قطار ابدی تا حدودی او را به شهرت رسوند. اما شاید او با برنامه طنز پاورچین بود که هم استعدادهای نهفته بازی در نقش کمدی خودش رو بروز داد و هم تونست به محبوبیت دست پیدا کنه. او کار خودش رو با بازی در مجموعه های تلویزیونی مهران مدیری مانند پاورچین و مرد 2000 چهره ادامه داد. ایشون همچنین در مجموعه قهوه تلخ هم بازی کرده. سحر زکریا هنوز ازدواج نکرده. ایشون میگه در تمام این سالها کسی که در کنارش آرامش پیدا کنم پیدا نکردم. سعی میکنم در مورد ازدواج عاقلانه رفتار کنم. هیچ وقت منتظر ازدواج نبودم، چون اگر بودم قطعاً سالهای پیش این اتفاق در موردم رخ میداد. معتقدم کسی که وارد زندگیم در مقام همسر میشه باید باعث آرامش و رشد من بشه. سحر زکریا وقتی جوان بوده بینیشو عمل کرده و خیلی پشیمونه. علت پشیمونیش رو از دست دادن موقعیت‌های خوب شغلی میدونه. ایشون میگه دوره‌ای که من وارد سینما و تلویزیون شدم، بسیاری از نقش‌ها رو بابت همین عمل زیبایی از دست دادم و همین برای من اتفاق خیلی بدی بود. سحر زکریا در صفحه اینستاگرام خودش با انتقاد از مهران مدیری چنین نوشته: به آدم سر چهار راه فکر میکنید، ولی به تیمی که سالها با شما کار کردن فکر نمیکنید؟ سحر زکریا در اینستاگرامش نوشته: آقای مدیری عزیز، برام بسیار قابل احترامید، ولی چند وقتیه که از شما مصاحبه هایی میبینم که ذهنم رو مشغول کرده. شما در یکی از مصاحبه هاتون گفتید که به اون آدم سر چهار راه فکر میکنید، ولی چطور به تیمی که سالها با شما کار کردن فکر نمیکنید؟ که در این روزهای سخت چجوری زندگی میکنن؟ تیمی که همیشه با ما به عنوان بچه های مدیری برخورد می کردن و نقش در کارهای دیگهی به ما ندادن. آیا بعد از هیولایی که بازه چندانی نداشت و بردن بازیگرانی که کارهای زیادی دارن و پولهای هنگفتی از بقیه کارها می گیرن، بهتر نبود که با تیم قدیمیتون کار کنید تا ما هم گذران زندگی کنیم؟ گروهی که هنوز مردم دوستشون دارن و هنوز کارهای قدیمی رو می بینن. سحر زکریا بازیگر سریال‌های پاورچین و قهوه تلخ در برنامه پشت صحنه رادیو تهران درباره گلایش از مهران مدیری در فضای مجازی و واکنش مخاطبانش به ویژه بهنوش بختیاری سخن گفت. سحر زکریا درباره اظهاراتش در فضای مجازی با اظهار تأسف گفت: در فضای مجازی موضوع اصلی از بین میره و حاشیه‌سازی‌هایی انجام میشه. من نمیدونم چقدر آدم بیمار و بیکار داریم که تمام وقت خودشون رو برای این حاشیه ها میذارن. سحر زکریا در پست دیگری از انصرافش از حضور در مجموعه شبهای مافیا خبر داد و چنین نوشته:
مردم عزیز، بنده به عنوان یک فرد کوچک جامعه متاسفم برای خودم. اول از همه میخوام بدونید که چرا در این برنامه شرکت نخواهم کرد. بنا به دلایلی قراردادم رو در پستم نمیتونم بذارم که ببینید. قراردادم بستم ولی به خاطر بی‌حرمتی و غیره در این برنامه شرکت نخواهم کرد. چند روز قبل بود که یکی از مدیران صدا و سیما از قوانین عجیب این سازمان برای پخش آگهی‌های تبلیغاتی خبر داد و اعلام کرد که پخش آگهی چای ریختن مرد برای زن ممنوعه. سحر زکریا، بازیگر سینما و تلویزیون که سابقاً همکاری با مدیران رسانه ملی رو در کارنامه خودش داره، در همین رابطه میگه محدودیت‌هایی در تلویزیون اعلام میشه که اصلاً قابل تعریف نیستن. زنان در کارهای طنز اصلاً نمیتونن خودشونو نشون بدن و دیالوگ‌ها و کاراکترهای خوب همیشه برای آقایونه. مهمترین سوالی که من دارم اینه که چرا در یک جامعه دو سازمان سینما و صدا و سیما تا این اندازه با هم فرق میکنن؟ شما به سریال‌های خانگی نگاه کنید. خیلی همه نسبت به تلویزیون راحتن. اما من نمیدونم چرا در تلویزیون دقیقاً عکس این قضیه اتفاق میفته. یک سری از عزیزان بازیگر جزء خاص هستن، بارها تصاویر بی‌حجابشون در خارج از کشور دیده شده، اما با این وجود تلویزیون بازم با این افراد کار میکنه. اصلا در اون دوران با ما چنین رفتاری نمیشد. اگر ما این کارا رو میکردیم، حراست صدا و سیما پدر ما رو در میآورد. من به بدی و خوبی این قوانین کاری ندارم. حرف من اینه که اگر قانون هست، باید برای همه قانون باشه. خانومی در سینمای ما هستن که اتفاقا سنشون هم بالاست و در عروسی دخترشون در آمریکا با آقای ابی میرخصن، اما دوباره برمیگردن ایران و کار میکنن. این ضد و نقیض بودن برای من جالبه. خود من کسی بودم که سعی میکردم همه شرایط تلویزیون رو بپذیرم، اما میبینم بازم کافی نیست. نه تلویزیون نه سینما نمیتونن یه مورد، فقط یه مورد از من ارائه بدن که بگن سحر زکریا به این دلیل تو رو ممنوع کار کردیم. حالا فکر میکنید دلیلشون برای ممنوع کاری من چیه؟ بله، دلیلشون اینه که بنده فریاد زدم و از مسئولین درخواست واکسن کردم. اون وقت آقای بازیگر برای فایزر با آمریکا میره و برمیگرده و هیچ مشکلی هم براش ایجاد نمیشه. من اگه فردا ببینم که گفتن زنها حق خروج از منزل رو ندارن، هیچ تعجبی نمیکنم. درد من این تبعیض‌هاست. در اون سریال هم باز نسبت به خانم ولدبیگی و دهقان بسیار بیشتر به من سختگیری میشد. پدر منو در سریال پاورچین درآوردن. از یه جایی به بعد انقدر منو اذیت کردن که اینو بپوشون و نپوش، من دیگه کلن لباسمو عوض نمی کنم. و اگر دقت کرده باشید، من در سریال از یه جایی به بعد دیگه لباسم تغییر نمی کنه. اگه از فردا به من بگن که مثل زنای افغانستان با نقاب بیرون بیا، اصلا تعجب نمی کنم. برای من دیگه هیچ چیزی در این مملکت عجیب نیست. از زندگی تک تک ماها خبر دارن، میدونن ما چطوری زندگی میکنیم. پس چطور ممکنه مهمونی و مواد زدنهای هر شب برخی از بازیگران محترم رو نمیبینن؟ شما هنرمندایی که از درد مردم گفتن، مثل جعفر پناهی و محمد رسولوف رو ببینید که چی به سرشون اومده. به چه جرمی منو ممنوع کار کردن؟ مگه گفتن از واکسن جرمه؟ ما در این مملکت تبعیض زیادی دیدیم، چه در میان سیاسیون و چه در میان سینما. اصلا به فرض این پوشش به لحاظ اسلامی درست نیست. چرا برای یه سری از بازیگرها پوشش از این بدتر هم وجود داره؟ شما جشنواره کن رو مشاهده کنید. چطور میشه دختر آقای اصغر فرهادی و خانم گوهر خیراندیش با اون وضعیت پوشش در اونجا حاضر میشن، اما این دخترها با اینکه لباسشون که اتفاقا پوشیده هم بود، اینقدر مورد اتهام قرار میگیرن؟ حراست جلوی در صدا و سیما یه طوری با شما رفتار میکنه که انگار از فضا اومدید. من واقعا دیگه در ایران برای هیچ مسئله ای مغزم کار نمیکنه. به نقطه ای رسیدم که هر اتفاقی در ایران میفته فقط نگاه میکنم و اصلا برام چیز عجیبی نیست. دوستان عزیز، مرسی که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگه به برنامه های ما علاقه مندید، میتونید از زیر همین ویدیو و از طریق دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید و با زدن علامت زنگوله یک کنار اون، اولین نفر از ویدیوهای ما مطلع بشید. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدارتون.